حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. جو ویلسون، رئیس گروه ویژه امنیت ملی در مجلس نمایندگان آمریکا. من به عنوان رئیس گروه ویژه امنیت ملی سپاسگزارم که این تلاش را برای مقابله با سیاست شکست خورده دولت بایدن در قبال رژیم ایران که امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد هدایت می‌کنم. رژیم ایران به غنی‌سازی اورانیوم، سرکوب مردم ایران و صادرات موشک و تروریسم ادامه می‌دهد. اکنون که جمهوری‌خواهان در اکثریت مجلس هستند، ما قانونی را برای ادامه فشار بر این رژیم وحشی تصویب خواهیم کرد. پات فالون، عضو مجلس نمایندگان آمریکا. استمرار سرکوب خامنه‌ای علیه مردم ایران و حمایت از تروریست در خارج از کشور به وضوح نشان می‌دهد که کنگره باید اجرای تحریم‌ها را تضمین کند. قانون اجرای تحریم‌ها و شفافیت مؤسسات مالی، بازنگری سالی دو بار از مؤسسات مالی خارجی مظنون به معامله با حامیان دولتی تروریسم را الزام‌آور می‌کند. تحریم‌ها تنها در صورتی مؤثر هستند که اجرا شوند. کوری میلز، عضو مجلس نمایندگان آمریکا. امروز من مفتخرم که قانون تحریم‌های تقویت کننده علیه تروریست‌های ایران را معرفی می‌کنم. این لایحه تحریم‌هایی را علیه ماهان عید، یک شرکت هواپیمایی ایرانی که به طور آشکار ثابت شده است که جزء فعالیت‌های تروریستی سپاه پاسداران است، تبدیل به قانون می‌کند. داگ لامبورن، عضو مجلس نمایندگان آمریکا. کنگره باید اطمینان حاصل کند که اقدامات ما برای مقابله با تجاوزات آیت الله خامنه‌ای به آمریکا، متحدان ما و مردم ایران به طور کامل اجرا می‌شود. قانون بستن خلأهای تحریم‌های سپاه رئیس جمهور را ملزم می‌کند که به طور منظم لیست های تحریمی ایران را بررسی کند. این لایحه قوانین موجود را روشن می کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ فرد وابسته به سپاه پاسداران مجازات ها و تحریم ها را دور نمی زند. سناتور جیم ریش، عضو مجلس سنای آمریکا. ایران همچنان به تقویت جایگاه خودش به عنوان یک کشور منفور ادامه می دهد. ما برای یک سیاست جامع‌تر ایالات متحده دیرکرد داشته‌ایم. ما باید تحریم‌ها را اجرا کنیم. بازدارندگی را افزایش دهیم.